بی‌ادب‌ترین جامعه که بگردین جامعه افغانی است. این واقعیت هاست که برتان میگم. تو فکر نکنی که ما همه چیز داریم. نه نه، بینیم واقعیت تان یک بار ببینیم، قواره تان صحیح بشناسیم، برین در دنیای دیگر را بگردین که پشت دخترها کس چخشق قدرهایی است. نمیگردی کار دیگر نمیکنم با حواسی که همه چیز شاید مساعد باشد، ولی باور بکنی نیست. شما در افغانستان میبینین یک زن مسلمان یک جای استاد باشد، چقدر چشم برش متوجه است، چقدر موتر برش متوجه، چقدر چشت و پشت میشود. هر کسی ادب داشته با چنین کار میکند، پس از این معلوم میشه که ما از زیربناهای ادبی ما بسیار ضعیف است. یک بار در موتر بشینین تا دی افغانان که میرین دو زدن و چتیات گفتن و غلط گفتن که در موتر میبینی، باز ملت خودم مشناسی که در کجا هستی. یکان بار که در یک مجلس میشینین با طریق ششتن یک بار سیما سعی میکنین، یکی شیر خدا خودم اندازه، دیگه چطور خودم اندازه و چی چتیات نیست که از زبان آنو براید. بعد از او بودن که اینی نمونه است، اینی ملت تاست. نمونیت یک بار ببین و طور مثال یک موتر کت یک موتر دیگر تکر میکند، چی فکر میکنی؟ کسی بزرگ تکر میکند؟ نه، هیچ کس نمیخواه موترش خراب شود. خب میشود، شما میفهمید چی میشود؟ اول خلط شروع میشود، دو زدن، چتیات گفتن، نمیشه میکن؟ کل کار میشود. این در حقیقت نشان چی میدهد؟ ما سخت بی ادب مردم هستیم. اگر ما ادب می داشتیم خیلی کار نمی کردیم. یک بار شما ببینین با دفترها داخل شوین یک کارتان پیش بکنین، کرکت شما چی رقم برخورد می شود؟ رئیس صاحب، مدیر صاحب، فلانه صاحب، دستانه صاحب، که تو چی رقم برخورد میکنه؟ دلت از زندگی سیاه شود، که تو پلیس برابر شوی ایران بانی، چی رقم ملت هست. و روز گذشته یک نفر قصه کرد بسیار جالب بود برام، گفت موتر مکت یک موتر دیگه خورد. بعد برش گفتم که من معذرت میخوایم، اما این کار طبیعی که در فلانه جای یک دانه ورکشاپ هست. این را برش بده، من برش تلفن میکنم موتر را جور میکنم. گفت نفر گفت خوب است، کار تا گرفت که میرودم اون طرف. گفت پولیس برش گفت که یک بار چتی دو زد. گفت خیلی ما دیگه چی هستیم؟ ما چی هستیم؟ یعنی پیسه ما را بده دیگه. موتر تکر کرده پولیس میگه پیسه بده. از برای خدا به واسه که پولیس جدایش بکن پیسه بده. عجیب حالتی است. کانتینرها را از سر سرک وار داشتن، بیچاره آقا دیج انداختن پشت مسجد، با هر پولیس 3000 افغانی داده هر کانتینر. چرا دادیشم؟ چی بکنم؟ ولی این رقم پولیس بی ادب که ادب ندارد. ما در هم توی کشور زندگی میکنیم، ادب ختم است، احترام ختم است. بار بار میشه یک کارت که خواسته باشی قانونی حل شود استغفار میکشی. شب یکی از برادرهای تجار پیشم گف میزد، برم گفت، گفتم ببینین از خدا بترسی. نمو تو برش گفتم وقتی که پول مال تا داخل افغانستان میکدی گمرک بپرداز، زیرا شما گمرکات نمیپردازین و اقتصاد افغانستان سقوط کرده، ما را محتاج به کسی وا کردین، به انسانای خائن، ما را نوکر برای استعمار ساختین، ما را وادار کردین کالی یه معامله ننگین را امضا بکنین. اگر امریکا نباشه مردم چی میشه؟ نان نداره. به خاطر که تجار حق خود میگه نمیپردازن، غلطی میکنن. این برنامه که مولوی سرکار نشود، والله ما مو پولی که باید بپردازم
او را می پردازم. رشوت که ما میتیم خب باید قانونیشی بازه که 100 رپه باید تحویل بکنم، وقتی که ما رشوت بتم باید 50 رپه تحویل بکنم. هم تو گپ باید باشه. در حالی که ما از یک کانتینر 6000 دلار رو تحویل میکنیم، 60000 افغانیش به اکانت دولت میرود، دیگه کل پول در اکانت ای خائنین میرود. هم 6000 دلار دادم و هم در کل راه به حیث دروغگوی خائن دزد معرفی شدم. در هر جای برم ششته ای جنایی ششته، اوجا افراد وزارت مالیه ششته و اینا کلگی ما را میگیرد، باز 1000-2000 دلار دیگر را در دانش میپرده که مال ما را بده. و اگر بلفرض گیر ما میکند، یک بار که داخل ما را میکند در امی گمرکات، در یک ماه بیرون نمبرایم، در یک ماه بیرون نمبرایم، با هزارها دلار دیگر ما باید رشوت بتیم که از اوجا خلاص شد.